حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بفرمایید برادر گرامی، شما رو خط هستید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید، خدا قوت بده ان شاء الله. آقای انصاری، محمد هستم از قم، حال شما خوبه؟ سلامت باشید برادر بزرگوار، بفرمایید. زنده باشید. آقا من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بیگمان بدترین انسان ها در پیشگاه الله افراد کرولالی هستند که نمی فهمند. آیه 22 انفال، اینشالله که ما جز اون دسته نباشیم. آمین آمین. خدمت شما عرض کنم که آقای انصاری، چقدر خوبه که ما صحابه رو خوب بشناسیم. یکی از معضلاتی که امروز جامعه ما هست اینه که مردم ما صحابه رو خوب نمیشناسن. درست. برای همینه که موضع‌گیری میکنن بر علیه خلفای راشدی. خدمت شما عرض کنم که یکی از سخنان حضرت عمر اینه که میفرماین سه خصلت خوب و پسندیده هست که هر کس دارای آن نباشد ایمانش به اون نفع نمیرساند. درست. یکی علمی که با آن بتوان سفاهت جاهلان را تحمل کرد و ورع و طغایی که مانع از ارتکاب معاصی باشد، و سومی این که خلقی که به وسیله آن بتوان با مردم رفت آمد و معاشرت اجتماعی و شایسته داشت. این یکی از فرمایشات حضرت عمره که ما مردم بشناسیم که حضرت عمر کی بوده و واقعا ایشون چه شخصیتی داشته. میگه مرد را سود چه کند ایمان، گرچه ایمان اوست بایسته. تا نباشد در او سه خصلت خوب، ورع و خلق و حلم شایسته. خدمت شما عرض کنم آقای انصاری، اگه اجازه بدید یه شعری هست، این شعر عرفانیه، میشه متصل کرد به کسانی که غیر از خدا رو صدا میزنن و واقعا ببینن که غیر از خدا صدا زدن نتیجه داره یا نداره. بسیار خوب. حالا اگه زیادی من شعر تقدیم شما و بیننده های عزیزتون. با جان و دل میشنیم، بفرمید. زنده باشی. آقا میگه یک شبی مجنون نمازش را شکست، بی‌وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده ای زد بر لب درگاه او، پر ز لیلا شد دل پر آه او. گفت یا رب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. جام لیلا را به دستم داده ای، وندر این بازی شکستم داده ای. نشتر عشقش به جانم می زند، دردم از لیلا آنم می زند. خستم زین عشق دلخونم مکن، من که مجنونم تو مجنونم مکن. مرد این بازیچه دیگر نیستم، این تو و لیلای تو، من نیستم. گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگ پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا را در دلت انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره سهران نشد، گفتم آغر می شوی اما نشد. سوختم در حسرت یک یاربت، غیر لیلا بر نیامد از لبت. روز و شب او را صدا کردی ولی، دیدم امشب با منی گفتم بلی. مطمئن بودم به من سر میزنی، در حریم خانه در میزنی. ها
حال این لیلا که خواهد کرده بود درس عشقش بیقرارت کرده بود، مرد راهش باش تا شاهد کنم، صد چو لیلا کشته در راهت کنم. آیه انصاری من تقدیم کردم به شما و بیننده های موحدتون که بدونیم ما غیر از خدا اینجا لیلا مصداقه و بدونیم که غیر از خدا رو صدا زدن هیچ جا جوابی نداره، فقط تنها کسی که میتونه به داد ما برسه الله متعال و بس. بله. آقا محمد بزرگ بله بفرمایید. خدمت شما عرض کنم، میگن یه بنده خدایی داشت رادیو گوش میکرد، دید مجری رادیو میگه آقا مسیر همت به امام حسین بسته است. میگه آقا این که دیگه قسم نمیخواد، همینجوری بگو ما قبول میکنیم. آقا محمد بزرگوار میشه خواهشی از شما بکنم؟ شما هم دوره زندگی با خرافات رو گذراندید و هم الله سبحانه و تعالی به شما لطف کرد که موحد بشید و یکتا پرستی رو هم لذتش رو بچشید. این دوران تاریکی گمراهی رو چطور یافتید و اون لذت موحد بودن رو اگر خیلی مختصر توضیح بدید شاید برای بینندگانمون جالب باشه چون شما این تجربه رو داشتید. آقای انصاری عزیز خیلی عذر میخوام ازتون، آقای اینو میگم بفهم. میگن که دین حق همینی است که بالای منبرا میگن، منطقه مرتب یه مشکلی داره، میگه دو چیز تو نیست، یکی اخلاصه یکی هم دوستی خداونده، این دو چیز تو این با منبرا پیدا نمیشه. حالا اینه که من نوعی در یک زمانی بغرفتنی درگیر این مشکلات خرافات و شرک بودم، واقعا یه دوران تاریخی آقای انصاری نیست. اصلا ما تقصیر نداریم، ما به دلیل اینه که جامعه ما رو اینجوری بار آورده، تو خانواده هایی مثلا متولد شدیم که توی خانواده هایی صحبت ها از اون طفولیت در گوش ما گفته شده، ما رو بردن پای منبرا و پای منبرا هم این حرف ها زده شده. منتهای مراتب وقتی انسان بزرگ میشه، خودش قرآن رو میخونه، با کلمات الله آشنا میشه، میبینی که واقعا درد و درمون دوای درد جای دیگه ایه. ما داریم تو گمراهی خودمون به سر میبریم. وقتی ما میایم میگیم حضرت علی، الان مثل اون دوست ما که میگفتش که حضرت علی مثلا اون آیه 55 ماده مصداقش حضرت علی، یا میگن ایاش نعبد و ایاش نستعین که تو سوره توحید است مصداقش حضرت علیه، ببینید اینا تحریف کردن قرآنه. بله. خداوند با هیچ کس رو دروازی نه به آقای انصاری، اگه بخواست نما میگفت ادعونی علی، نمیگفت ادعونی از تجب لکم، من رو بخونید من صداتون رو میگفت، آقا علی صدا بزنید من از طریق علی جوابتون میگم. ما باید ببینیم علی چی رو صدا میزد، علی که در راه خدا شناسی و دین شناسی مدرک دکترا گرفته، میگه برو ای جدای مسکین در خانه خدا زن، که علی همیشه میزد در خانه خدا را. الله علی چی رو صدا میزد؟ علی میومد خودش رو صدا میزد یا محمد رو صدا میزد؟ علی هم خدا رو صدا میزد و اینو به ما درس عرفان میدن. اینی که الان ما تو تلویزیون تو برنامه مختلف میرم اون دعای کمک، شما نیاز به حضرت علی دعای کملش ادعای معصومیت نمی کنه، میگه خدایا ببخش بر من اون گناهانی که پرده عصمت من میداره. خود حضرت علی دعاهاش داره و مشخصات علی به ما میگه، منطقه مرتبه ما میگم خودمون یه جوری دیگه تعبیر میکنیم و این تعبیر کردن ها خیلی بده آقای انصاری. چرا؟ چون ما رو از راه اصلی دور میکنه. اگر هدف خودشناسیه بعد راه اصلی رو بریم. میگم دو نفر داشتم با هم صحبت میکنم، آقای انصاری من سرتون هم درد میارم، خواهش میکنم بفرمایید. دو نفر داشتم با هم صحبت میکردن، اون یکی میخواست اون یکی بترسونه، گفت آقا میدونی، میگم پر صدات از تیر تیستر از مون آزه، یا آقا یه کلام میگم نمیشه رد چون خیال ما رو راحت کن، دین ما دین ترسوندن نیست آقای انصاری، دین ما دین رحمته. خداوند متعال همه جای قرآن ببین همه جا از عفو و بخشش حرف میزنه، درسته جایش هم هست، جبار هم هست، ولی اون جای دیگه هست. منطقه مرده ما باید خدامونو بشناسیم، وقتی خودمون رو شناسیم موقع میتونیم بندگی کنیم، تا خدا رو نشناسیم نمیتونه بندگی کنیم. آقای انصاری درست درست درست، جزاکم الله خیر. من خدا یه دلم حواس کرده یه نماز دو نفره فقط من باشم و خودت، چقدر لذت این آقای انصاری اون نماز که وقت خودمون باشیم و خودت.
سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه برادر عزیز گرامی و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. دعا دارید زنده باشید. سلامت باشید. سری یاد من در خاطر میگن یه بنده خدای افای منبر میومد طرف روزه. افای روزه اومده بود بیرون یکی از دوستاش میبینش میگه چه خبر چیه؟ میگم تکلیف داری؟ پس خودخوری می‌کنی؟ میگه هیچی بابا رفتیم یارو مدعی همچین داده بیداد میکنه انگار ما مقصریم. آقا من سرتون درد نمیارم. سلامت باشید. قربان شما. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر برادر گرامی. آقا محمد بزرگوار از قم، برادر عزیز بزرگوارمون که الله سبحانه و تعالی این نعمت بزرگ هدایت رو به ایشون نصیب کرد که شرکیات و کفریات این مذهب رافضه‌گری رو ترک بکنن. من در تایید صحبت‌های برادر بزرگوارمون اینو بگم که همون آیه‌ای که در شروع برنامه خدمتتون عرض کردم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر ادعا می‌کنید که واقعاً الله سبحانه و تعالی رو دوست دارید، از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید تا الله شما رو دوست بداره. اگر واقعاً علی رو دوست دارید، از استاد و مربی علی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید تا هم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هم رب محمد الله سبحانه و تعالی شما رو دوست بداره. و امکان نداره که کسی رو دوست داشته باشه و از او پیروی نکنه. شما ببینید رفیقتون، هم کلاسیتون، همکارتون، باش دوست میشید، سعی میکنید عادات، رفتار، طرز صحبت کردن، طرز لباس پوشیدن، اخلاقش رو تقلید بکنید چون دوستتونه. چطور ادعای دوستی محمد مصطفی و اهل بیت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو میکنید اما از اونها پیروی نمیکنید؟ همچنین صحبت دیگری که برادرمون فرمودن که دین ما دین بشارت هست، دین یسر و آسانی است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر میکنن ما را بشیرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، بشارت بدید و مردم رو دور نکنید از دین و آسان بگیرید برای مردم و سخت گیر نباشید. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا.